بینندگان عزیز به علی جان شو خوش اومدید. همونطوری که به شما قول داده بودم امروز یک مهمان ویژه خواهیم داشت. مهمان عزیز، چهره آشنا برای ایرانیای مقیم مونتریال. خانم هنرمند، خانم فیلمساز، خانم تهیه کننده، خانم کارگردان و خانم نویسنده. خانم ها و آقایان، خانم دکتر بنفشه حجازی. بنفشه جان، به شوی علی جان خوش اومدی. سلام علی جان. میدونی که اینجا همه جان هستن. حالا نمیدونم چی میشه روزی که من یکی از مهمونام اسمش جان باشه. باید صداش کنم جان جان. بنفشه جان، میدونم که خیلیا تو مونتریال میشناسنت، ولی برای اون عده از بینندگانی که هنوز با شما آشنا نشدن، میتونی یه بیوگرافی کوتاه از خودت برامون بگی؟ اولا که علی جان خیلی ممنون که منو به برنامه دعوت کردی. واقعا این همه تعریف میکنی، من خیلی خوشحال میشم که مرتب بیام به من این انرژی مثبت رو بدی. من سال دیگه 30 سال میشه که مونتریال هستم. میتونم بگم واقعا شهر من مونتریاله. درسامو اینجا خوندم، دانشگاه مونتریال رفتم برای پزشکی، تدریس در دانشگاه مونتریال چند سال انجام دادم و الان در دانشگاه مگیل تدریس میکنم و چند روزم در هفته مطب مریضامو میبینم. پس یعنی موقعی که شما به مونتریال اومدید من هنوز دنیا نیومده بودم. قرار بود با هم دوست بمونیم علی جان. هممون جوونیم مونتریال جان. هممون جوونیم. مونتریال جان، بنفشه جان، همه جانن. شما گفته که 30 سال اینجا زندگی میکنی. شما محله مورد علاقه هم تو مونتریال دارید؟ بله، من اولد مونتریال، همون ویو مونتریال، به نظر من قشنگترین جای مونتریاله چون بافتش خیلی قدیمیه، اروپاییه و من واقعا بافت اروپایی رو خیلی دوست دارم. به نظر من تو امریکای شمالی واقعا تکه. اتفاقا یکی از قدیمی ترین شهرهای امریکای شمالی به حساب میاد مونتریال. خب حالا در مورد فیلم اولت برام بگو، فکر کنم اسمش متولد ایران باشه. بله، من اولین فیلمم بورن این ایران در 2011 اومد بیرون که واقعا میتونم بگم برای من خیلی جالب بود که برای اولین فیلم رفت فستیوال فیلم مونتریال، 3 شب رو اکران بود و خیلی ازش استقبال شد. من فیلمایی که درست میکنم همیشه الهام گرفته از مسائلی که تو زندگی خودم برام پیش اومده و راجع به کانادایی هست که در ایران، در خاورمیانه و در کشورهایی که متاسفانه بعد از 11 سپتامبر خیلی اذیت شدن و ما با اینکه پاسپورت کانادایی داریم ولی چون نوشته بود توش born in ایران، مرز امریکا خیلی منو اذیت کرد و من تصمیم گرفتم بعد از این حادثه بدی که برای من پیش اومد یه فیلم راجبش درست کنم. اتفاقا خود منم کلی مشکل داشتم که از رو مرز بگذرم، هنوز نتونستم از رو مرز امریکا رد بشم، برای همین یه هتل اونجاست که منو میشناسن چون همیشه اونجا شب و باید بخوابم. بنفشه جان، چی شد که تو حرفه سینما رفتی؟ علی جان، من از دوران نوجوانی واقعا به هر دو علاقه داشتم، هم به پزشکی هم به فیلمنامه و خب خیلی برام سخت بود که انتخاب کنم چون اون موقع واقعا فکر میکردم که دو راه کاملا مختلفه، ولی و خب پزشکی رو انتخاب کردم اول، ولی امروز میتونم بگم که در این دو شغل که هستم خیلی چیزای مشترک دارن، بیشتر از چیزی که فکر میکردم. وقتی که من دوره پزشکی رو تموم کردم یه چند سالی من مجرد بودم و وقت بیشتری داشتم و تونستم که شبا بعد از کار برم دانشگاه و جاهای مرکزهای مختلف که بتونم دوره های فیلمنامه و کارگردانی رو ببینم. پس یعنی شما داریم این که اگه مجرد باشی وقت بیشتری خواهی داشت تو زندگی، منظورتون اینه؟ تقریبا میشه گفت آره. واقعا من سعی میکنم همیشه تو مطب به مریضای مجردم بگم که اصلا نباید اینو منفی دید. آدم در دوران مجردی هر سنی باشه به نظر من میتونه آدم خیلی مفید ازش مثبت استفاده کنه و همیشه میگم تنها پریود زندگیتون هست که میتونین هر کاری که دلتون میخواد بکنین. اگه چیزای درسایی، اگه موزیکی، هنری علاقه دارین، واقعا بهترین موقع هست که آدم بره دنبال این کارا. بینندگان مجرد در نظر داشته باشید این موضوع رو. بنفشه جان، شما با چه چالشایی روبرو شدی تو این حرفه؟ من این کلمه چالش رو 10 بار تمرین کردم دیروز. چالش، چالش، چالش.
چالش چالش. مرسی که میگین چالش چالنج، چون that was my next question که چالش یعنی چی؟ چالش یعنی چالش. چالنج. فکر کنم شاید جای چال دارین شما. نه خیر. اونا رو من پزشکی هم خوندم، رفع شده. خب مونترال هم خیلی چال داره از این نظر گفتم. بله. ولی چالش هایی که من داشتم خیلی زیاد بود، به خاطر اینکه میتونم به شما بگم که تو کار فیلم کار آسونی نیست، خیلی رقابت زیاده و اینکه آدم واقعا باید صبور باشه و خیلی به سوژه و پروژه‌ای که آدم داره ایمان داشته باشه. و خب واقعا من میگم چیزی که خیلی منو کمک کرد این بود که در کنار کار فیلم من پزشکم هستم و این فیلم هایی که من درست میکنم واقعا الهام میگیره از تجربه هایی که من در کارم دارم. بله. همونجوری خودتون فرمودید شما پزشک خانواده هستید، چطوری میتونید این دو حرفه رو مدیریت کنید؟ پزشک خانواده و کار فیلم هر دو خیلی زمان میبره. اولا که یه شانس بزرگی که من دارم اینه که کمک از خانواده خیلی دارم. حالا نمیخوام چیز کنم ولی شوهرم واقعا خیلی منو کمک میکنه، خیلی پشتیبانی از من میکنه و اینکه ارگانیزیشنش هم درسته که سخته، ولی وقتی علاقه باشه، انرژی باشه، آدم میتونه اینو انجام بده. و اینکه واقعا این دو کار رو من کارهای اجتماعی میبینم، به خاطر اینکه یه اکسپرشنی هست به انگلیسی کامیونیتی مدیسین. در پزشکی وقتی شما دانشگاه هستین یه سری چیزا رو تو کتاب یاد میگیرین، ولی بعد که میرین کار میکنین، و من دلیلی که پزشکی خانوادگی رو انتخاب کردم این بود که واقعا نزدیک به مردم باشم، مسائل اجتماعی رو لمس بکنم. و خیلی کارهایی که الان در پزشکی میکنم کارهای اجتماعی هست. من الان تو کلینیک نوجوانان کار میکنم، در گذشته در دبیرستانایی که بچه‌ها مدرسه داشتن میرفتم، برای بوکلیه دتنا که برای خشونت در خانواده هست کار میکنم. من متادون مینویسم برای کسایی که معتاد هستند با تریاک یا مورفین یا چیزهای دیگه. اینا همه چالنجایی هست و چیزایی بود که لمس کردم که واقعا احتیاج داریم. و اینکه در فیلمم واقعا میتونم بهتون بگم که سوژه‌ای که من انتخاب میکنم سوژه‌ای هست که مسائلی هست که در اجتماع من لمس میکنم و اینو به عنوان یه وظیفه میبینم، چه به عنوان پزشک، چه به عنوان کارگردان و کسی که فیلم نامه مینویسه، که خیلی مهمه مسائل اجتماعی و ما اینا رو تو فیلم یا تو پزشکی سعی کنیم آگاهی بدیم به مریض، به پاپولیشن، و تا اونجا که میتونیم جلوگیری که بهش پریونشن میگن انجام بدیم. پس راز موفقیت شما همسرتون هستن؟ میتونم بگم واقعا حالا دارین براش خیلی بله در سر در من هستم همسر خانم بنفشه. چون من فکر کنم راز موفقیت شما شمالی بودنتونه، چون راز موفقیت منم هست. بسیار اون که اون جای خود دیگه جای میگن هممون کلمایی. خب البته من هیچ وقت کلمایی رو نخوردم، ولی میگن که مثل که فسفرش توش خوبه. بله البته من چنین چیزی نشنیدم بنفشه جان، ولی خب حالا ما میذاریم که بینندگان عزیز در مورد این موضوع یه خورده فکر کنن. خب حالا درباره یه پروژهات برای ما بگو، رو چه پروژهایی داری کار میکنی؟ من الان دارم یه پروژه با رادیو کانادا CBC، یه داکیومنتری هست راجع به مریضی‌های روحی که پزشکان میتونن داشته باشن و اسمش هم تابو خواهد بود، چون واقعا سوژه بسیار تابویه. 3 سال طول کشید که من تونستم این پروژه رو آماده کنم و تلویزیون الان همینجوری آدم بره یه پروژه رو پریزنت بکنه همینجوری قبول نمی‌کنم. ولی بازم میگم به خاطر اینکه یه چیزی بود که هیچ وقت راجبش صحبت نشده و حتی تو میلیوی پزشکانم زیاد دوست ندارن که راجب این مسئله صحبت بکنن، راجب مریضی های روحی که فقط تو پزشکان نیست، اصولا در پاپولیشن خیلی زیاده، انگزایتی، دیپرشن، افسردگی. و خب اینو الان من دارم روش کار میکنم، چند تا روز فیلم برداری هنوز داریم و بعد انشالله ماه مارچ 2016 در CBC پخش خواهد شد. این برای پزشکای سینگل، برای پزشکایی که تنها هستن یا پزشکایی که همسر دارن و خانواده دارن؟ همه جور، برای همه جور پزشک. بله. خب حالا بنفشه جان چه پیشنهادی داری برای اون دسته بینندگانی که علاقمند حرفه کارگردانی هستن و میخوان شروع به کار بکنن؟ چه پیشنهادی براشون داری و چه جوری میتونن شروع کنن؟
مدل‌های مختلف هست. ببینین اولا که دانشگاه کنکوردیا مونترال واقعا، نه به خاطر اینکه شهر من مونترال، ولی واقعا پروگرام سینمای کنکوردیا یکی از بهترین پروگرام‌های سینمای تو امریکای شمالی. این یه مدلی آدم میتونه بره لیسانسش رو بگیره. وگرنه کلاس‌های خیلی مختلفی هست در مونترال، یکیش که نزدیک مطب منه تو بولوار سن لوران مین فیلمه که شما میتونین کلاس‌های مختلف راجع به کارگردانی، دوربین، فیلمنامه، خیلی هم جالبه و معلم‌ها که اونجا هستن معلم‌های بسیار خوبی هستن. چند تا این مرکزها هست که آدم میتونه دنبالش بره و مهمتر از این اینه که خیلی پشکار و خیلی انرژی و خیلی اعصاب قوی میخواد، به خاطر اینکه من میگم این داکیومنتری که دارم کار میکنم 3 سال طول کشید، خیلی آپ اند داون داشت و واقعا یه جور خوشحالم که خدا رو شکر در کنارش پزشک هستم و کارهای دیگه میکنم. واقعا کسایی که تو کار هنر هستن واقعا از نظر روحی و از نظر انرژی میگم، من توصیه میکنم آدم همیشه در کنارش باید یه رشته دیگه ای داشته باشه، به خاطر اینکه هنر خیلی آپ اند داون داره و همیشه آدم طولانی مدت نمیدونه چجوریه و علاقه و هنر باشه جای خود، ولی امروزه دنیای هنر خیلی دنیای سختیه. به همین خاطر منم یه هتل پلو مرز آمریکا دارم که اونجا مشغول کار هستم، چون هیچ وقت آمریکا نمیتونم برم. بنفشه جان خیلی متشکرم، مرسی مهمون ما بودی، واقعا افتخار هستی برای جامعه ایرانیا، خیلی متشکرم. مرسی علی جان. بینندگان عزیز با تشکر از بنفشه جان، مرسی که با ما بودید، متشکر هستم. با ما باشید در برنامه‌های آینده. لبخند فراموش نشه. بدرود.